توپو بلند به میانه میدان پرتاب میکنه باتیسا. جانوریو. او هم به زیر توپ میزنه. برزای دنبال توپه. اکرامی مقابلشه. خسرو حیدری. میانه میدان حقدوس رو پیدا میکنه. حقدوس اشتباه کرد. اولین اشتباه این بازیکن تازه وارد بود. با هم شاهد حرکت تکنیکی هستیم از نقی‌زاده. پریرا سعی داره دوباره توپو به نقی‌زاده برسونه. موقعیت عالی برای گسترش فولاد و گل! گل برای گسترش فولاد. شاهد یک گل تماشایی و زیبا هستیم با همکاری نقی‌زاده و پریرا. این گل به ثمر میرسه و دروازه رحمتی باز میشه. یکی هیچ به نفع گسترش فولاد در دقیقه 74 روم و نگاه معنادار منصوریان که پیشبینی نمی کرد تیمش در این بازی برابر گسترش فولاد کارش به در بسته برخورد کنه. حملات استقلال مطمئنن بیشتر و بیشتر خواهد شد. با هم ببینیم حرکت فوق‌العاده نقی‌زاده. یه حرکت تکنیکی هم انجام داده بود که تو از لب خط تا داخل محوطه جلو آورد. با حرکت تکنیکی و انفرادی فوق‌العاده کار کرد نقی‌زاده و توپ رو درون دروازه رحمتی قرار داد. تک و تنها حمله همه جانبه از سوی استقلال موقعیت داره برای این تیم شکل میگیره. فرصت مناسبی داره استقلال. پشت محوطه جریمه حق دوست از سمت راست صاحب توپ. ارسال خطرناک توپ ضربه سر باقری. یه بار دیگه موقعیت و گل. گل مساوی برای استقلال. ابراهیمی گلزنی میکنه و استقلال رو به بازی بر میگردونه. یک یک مساوی میشه بازی در 10 دقیقه انتهایی. بالاخره استقلال موفق به باز کردن دروازه گسترش فولاد میشه روی حمله همه جانبه ای که این تیم ترتیب داد. گسترش فولاد پس از به ثمر رسوندن گل به کارهای دفاعی روی آورد. اینجا قربانی ضربه سر رو زد و ابراهیمی بود که کار رو تمام کرد و گل مساوی رو به ثمر رسوند. یک یک مساوی میشه بازی. خوشحالی طرفداران استقلال از نتیجه‌ای که برای استقلال برگشت. تا این تیم فعلا یک امتیاز این بازی رو کسب کرده باشه.